شخص محترم سادق اندازه به خاطر طراحی و ساخت این کیک فکر می‌کنم خیلی خیلی خوشمزه و زیبا و خوش‌طعم کمال تشکر رو دارم. این شما و این هم سخنانی که از زبان و لسان محمد دلاوری عزیز جاری خواهد شد. به افتخار آقای مجری یک دست خوش سر و صدا. من تا حالا خودم واقعا خوشبخت احساس نکرده بودم، یعنی به لطف شما و به مهر دوستان عزیز های بهمن عزیز دلی عزیز دلی قربون شما دارم حاج سری، قربون شما، دست شما درد نکنه. فکر کنم که خوشبخت ترین آدم عالم ممکنه که تولدش رو اینجا بگیرن، یعنی دیگه آرزویی فکر نمی کنم باقی بمونه برای آدم بعد از اینکه باشی اینجا و روز تولدتم باشه و حرفی نمیمونه. دم شما گرم. من خودم اعتقاد دارم ما هر روز صبح متولد میشیم و هر وقت که شاخ گلی میبینیم، هر وقت که عشق میبینیم، هر موقع عطای دل میخندیم، هر موقع اشکی تو چشمون جمع میشه، هر موقع شعر خوب، یه ارتباط خوب، یه بار دیگه داریم متولد میشیم. یه دفعه شما 50 برابر منو متولد کردید و من خیلی روز بیاد موندنی برام شد. امیدوارم که شاد باشید. هر شبت که مردم که دل ساکنان کرزی رو شاد کردن تا این همه سال، یعنی یه مجموعه مردمی به این بزرگی، به این عظمت و به این خوبی و قشنگی اداره شده، خدا رو شکر از این اتفاق و ما هم اومدیم اینجا، چقدر خوشحال شده. و این مدلی که با عزت و کرامت، یعنی شرایط زندگیشون خوب بود خدا رو شکر، تا اونجایی که ما دیدیم امیدوارم اگه نقصی هم هست برطرف بشه. دولت ها خیلی وقتا خیریه ها رو میذارن جای خودشون و این اشتباهه، یعنی این که میگن خب خیریه داره کار میکنه، من دولت دیگه وظیفه ندارم. وظیفه اصلی بر دوش دولته. ما تو جوامع یه طبقه داریم که اینا طبقه آسیب پذیرن، یا جسمانی یا ذهنی یا شرایط مالی. در نظر داشته باشیم خیلی از ما اگر در این خانواده بزرگ نشده بودیم یا در شهر بزرگ نبودی، ممکن بود آسیب پذیر باشیم، ممکن خیلی از امکاناتو به دست نیاریم. تو دنیا اینطوریه، طبقات پایین همیشه باید حمایت بشن، مورد توجه باشن، به ویژه اگر دچار مشکل جسمانی باشن که خیلی باید دولت ها کار بکنن. من آرزوم اینه که کمترین رنج رو در سال بعد داشته باشیم، هیچ وقت بدون مشکل نمیشه. امیدوارم هم رنجتون خیلی کم باشه، همین که قدرت مقابله با رنج رو پیدا بکنیم، مهارت این که چطوری رنج هامون رو اداره بکنیم، کم بکنیم، کنترل بکنیم، کمترین آسیب رو ببینیم، دلمون روشن همیشه، به امید زنده ایم.